تو که اول خودتو معرفی کن لطفا. توکا نیستم. فرزند منوچه. شغلت چیه؟ شغلم فکر میکنم الان کارتونیستم. قبلا تا یه مدتی معمار بودم. معمار و کارتونیست بودم. دفترمو برداشتم بردم توی کافه نشستم و یه قهوه سفارش دادم و همطور که قهوه‌مو میخوردم جرعه شروع کردم اولین گربه‌ای که به فکرم رسید و اولین موشی که به فکرم رسید کشیدم. بچه‌ها خیلی دلم میخواد طراحی فیگوراتیو دوست دارم، دلم میخواد که گربه‌ام هم خیلی شبیه گربه نباشه. من هیچ وقت تو زندگیم طولانی مدت گربه نداشتم، رو آناتومی گربه خیلی دقت نکردم. به تدریج همونطور که تو طراحی جلو رفتم گربه‌هام شبیه یک مرد شد و موش‌هام شبیه یک زن. دنبال هیچ هدفی هم نداشتم، این داستان رو تبدیل نکردم به داستان جنگ بین زنها و مردها، یعنی همچین برداشتی هم نداشتم. قاطی لشکر موشام موش مذکرم کشیدم، مثلا موش نرم کشیدم، موش مادرم کشیدم، ولی کلا موشام زن شدن، گربه هام مرد شدن و دو خط با داستان پیش می رفتن. یه مدت هم خارج از داستان خودشون با هم دیگه شوخی می کردن و یه زندگی خارج از داستان هم داشتن. من همطور که اسکچ میکردم اینا رو خیلی وقتا از داستانم خارج میشدم، با اینا میرفتم دنبال شیطنت های اینا. خب راجع به شیطنت هاشون یه ذره بیشتر بگو. خودم تو درد سر انداختم. نه چون یه چیزی که خیلی مشخصه توی این طرح اینه که گربت خیلی به نر بودن خودش مینازه، یعنی این نر بودنش خیلی مشخصه. آره خیلی راحت بهت بگم این که این آلت تناسلیش یه جورایی توی نقطه طلایی طرح‌ها قرار گرفته. راست میگی، من خودم هیچ وقت با دقت به این موضوع نگاه نکرده بودم، باید ببینم. شاید حتما فکر کردی چون یه جایی داره میلی سدش. نه این پوزیشن وقتی که گربه خودش لیس میزنه خیلی خیلی از نظر آناتومی خیلی اتفاق عجیبی میفته، برای اینکه قدرت مانوری که روی بدنش داره خیلی عجیب غریبه، قشنگ میتونه تمام وجود خودش رو بلیسه. وقتی که گربه های من تبدیل به یه جور آدم گربه شد، مرد گربه شد، اون وقت این حرکت لیسیدن، خود لیسیدن میتونه حرکت جالبی باشه. اینکه چطوری میتونه یک آدمی خودش رو این شکلی به اون دقت و ظرافت و کمالی که یه گربه خودش میلیسه بتونه بلیسه. و حتی طراحیش هم برام جذاب بود. داستان این که من این کار رو همیشه توی سکوت و تنهایی کردم، برای موقع کار کردن هیچ وقت حرف نزدم حتی بخورم. این تنها موقعیه که من واقعا دیگه چیزی نه میشنوم نه، یعنی میشنوم ولی هیچ وقت حرف نمیزنم اینطوری، یعنی نیازی دیگه به حرف زدن ندارم. خودت فکر میکنی که خب نتیجه اخلاقی قصه چی هستش، یعنی تشویق میکنه
کسایی که ستم دیدن رو به قیام تشویق میکنه و ولی چرا این قیام به هیچ جایی نمیرسه؟ این قیام آخرش هم شکست میخوره. از چه چیزی شکست خورد؟ این از مردانگی گربه شکست خوردن، به خودشون غره شدن شکست خوردن. دقیقا چه نتیجه اخلاقی گرفته؟ من خیلی میدونی از خود داستان به هیچ نتیجه نرسیدم. فکر کردم که شاید بشه بتونم خودم یه چیزی به این داستان بدم. نمیدونم حالا موفق شدم خودم بهش نتیجه گیری اخلاقی آخر داستان اضافه بکنم یا نه. اینجا اون مرحله از کار هستش که من هر جور تفسیر رو این کار بذارم میتونم خیلی به شدت آماج حمله قرار بگیرم، چون فکر میکنم بهترین کار اینه که آدم خیلی در مورد این چیزها، این تصویرسازی‌ها توضیح نده، اجازه بده که روش تفسیر بذارن و تو همیشه این شانس رو داشته باشی که انکار بکنی، بگی نه من منظورم این نبوده و جای برداشت دیگه ای داشتم. وقتی که خودت برداشت خودتو میدی، میدونی دقیقا اجازه میدی که حالا تشخیص بدن که منظورت چی بوده. چقدر مسائل اجتماعی سیاسی ایران روی این طرح‌های موش و گربه تأثیر داشتن؟ خیلی. کل اون فضایی که توی ایران تجربه کردم توی این سالهای گذشته رو، اینو به هر حال به نوعی اون خشونتی که تو اون فضای سیاسی هست، اون زد و خورده، اون تعقیب و گریزها، اون زورگویی، تمام اون روحیه‌ای که تو اون فضا وجود داره به هر حال یه جوری تو این کارا هم منعکس شده دیگه. به نظر من انعکاسش رو میتونیم تو این کارا ببینیم. یکی از دلایلی که مثلا توی بچه‌ها میدونم مثلا این گربه‌ای که کشیدم آلتشون هم معلوم هستش و اینا، این بود که خیلی دلم می‌خواستش که غلبه بکنم به این خودسانسوری که سالها بهش عادت کردم، میدونی؟ یعنی به محض اینکه یه طراحی می‌کنی که یه کمی برهنگی هم توش هست، هزار یک جور انگ و برچسب و اینا هم بهت میزنن. میدونی یکی از آرزوی قدیمیم بوده همیشه با من یه طراح که بتونم بدن لخت بکشم، توی کارم بتونم بدن لخت بکشم. این کار خیلی دوست داشتم. میگفتن که جهان محضر خداست، در محضر خدا گناه نکنید. واقعا اگه فکر کنید که همین الان بالا سرت وایساده داره نگاهت میکنه، خب یکم گناه کردن سختت میشه. این دقیقا همین حسیه که الان من دارم، میخوام در محضر خدا گناه بکنم، کار سختیه. اگه میدونستم که کسی نگاه نمیکنه مسلما راحت تر گناه میکردم. من اصلا آدم انقلابی نبودم، ولی جو جامعه جو انقلابی بود. حالا جوانای امروز اون دوره ندیدن، نمیدونن درباره چی صحبت میکنن. واقعیت اینه که تمام جامعه در حال انقلاب بود، جوانا مخصوصا. من آدم گوشه‌گیری بودم که طراحی میکردم و دلم خواست نقاشی کنم، طراحی کنم. و تو اون جو یه مرتبه مثلا کارای گویا و اینا خیلی دست به دست میشد. خیلی تحت تاثیر گویا بودم. میدونی من احساس این که شما میتونید با طراحی یه صدای بلند داشته باشی، آدمی که یعنی منی که اهل تو خیابون رفتن و اعتراض کردن و اینا نبودم، ولی فکر میکردم که میشه با به این نتیجه رسیدم که میشه با طراحی کردنم اعتراض کرد.
عظمت صحنه آرایی و اون فضا سازی و اون میدونی سنگینی فضا و اینا، اونا رو دوست داشتم. هنوزم دنبال اونم، یعنی همش میخوام، هر دفعه میخوام یه چیزی یه جوری برسم به همون تأثیری که با دیدن اولین کارهای گویا دو ذهنم گذاشت گرفتم، میخوام اونو منتقل بکنم کماکان. بعد از این همه سال نتونستم، ولی خیلی تلاش کردم، یعنی در از این بابت که خیلی تلاش دلچسب می‌کردم، حداقل برای خودم خیلی دلچسب بود، خیلی خوشحال است. دلم خواست چیزی رو تغییر بدم، تأثیر بذارم، میدونی من طراحی بیشتر مثلم بود، من هنوزم بیشتر طراحی مثلم هستش، من اون چیزی که میکشم ویژوالش برام بیشتر مسئله هستش تا خندوندن مردم، موندگاریش بیشتر برام مسئله هستش تا خندوندن مردم، میدونی. میگی میخوام یه چیزی رو تغییر بدم، چی رو میخوای تغییر بدی؟ دنیا رو میخواستم عوض بکنم. دنیا رو میخواستم تغییر بدم، حکومت رو میخواستم عوض بکنم، میدونی. من بعدن دیدم حکومت رو نمیتونم عوض بکنم، تصمیم گرفتم که با حماقت بجنگم. فکر میکردم که بزرگترین موزل بشریت حماقت هستش، اگر همه بتونن متقاعد بشیم با همدیگه کمک بکنیم که هیچ کار احمقانه ای نکنیم، احتمالا سرنوشت هممون بهتر از این خواهد بود. بنابراین رو حماقت سرمایه گذاری کردم از نظر کاری، یعنی اونو هدف قرار دادم. بعد برای اینکه به کسی بر نخوره، تا 10 سال پیش برای اینکه به کسی بر نخوره به عنوان کاراکترم خودم رو میکشیدم که بگم آقا اصلا من قبول که من تمام حماقت های جهان به شخص من برمیگرده، زشته دیگه، بعد خودم رو تصحیح بکنم. شما هم ببینید، اگه شما هم یه همچین حماقتی میبینید مرتکب میشه، شما هم نکنید مثلا اینطوری. میتونی یک مقدار در مورد تجربه خودت از سانسورهای احمقانه جمهوری اسلامی صحبت کنی؟ اولین تجربه من با سانسور احمقانه به این شکلش مال وقتی بود که همون سال 58 یا 59 بود فکر کنم، برای زن روز تصویر سازی میکردم، یه صفحه‌ای داشتم به اسم همدمی همسری، دعوای زن شوهرها بود، هر هفته این زن شوهرها با هم دعواشون میشد و من بعد یه طرح برای اینا میکشیدم. یادمه یه خانم میکشیده بودم خیلی متین موقر و اینا، موضوع دعوا یادم نیست، ولی پاش لخت بود، یعنی جوراب پاش نبود، یعنی پنجه پاش معلوم، 5 تا انگشت داشت. دفتر مجله زن روز تو روزنامه کیهان بود و توپ خونه بود، خونه ما هم قلهک بود. من رفتم با اتوبوس خط 5 سوار شدم، از در خونه رفتم توپخونه دفتر روزنامه کیهان و رفتم بالا و با طرح گذاشتم روی میز و برگشتم خونه. 2 ساعت بعد بهم زنگ زدن که بیا پای این خانم جوراب بکش. پاش لخته، یعنی دامن تا بالای قوزک پاش دامن داشت به خدا، فقط 5 تا انگشت داشت پاش. من برگشتم پاشم سیاه کردن، همه این مسیر رو 2 مرتبه برگشتم. یه مقاله تصویر سازی کردم به اسم دعوت دزد به خانه. من دزد رو کشیدم که ریش صاحب خانه رو گرفته داره از دیوار خانه میره بالا، بعد دستگیرم کردن، گفتن که خانه استعاره است از ایران، مگه نگفتم بله؟ بعد گفتن که صاحب خانه در این استعاره شما چه کسی هستش؟ من گفتم با افتخار ملت قهرمان ایران. گفتن که شما غلط کردی، صاحب خانه مقام معظم رهبری. بنابراین این آقایی که ریشش بلند و دوست ریشش رو گرفته داره از دیوار خانه میاد بالا، مقام معظم رهبری آقای خامنه ایه. میگفتن کی به تو گفته این طرح رو بکشی؟ از کی دستور گرفتی؟ من فکر میکردن یه قدرت خارجی، دقیقا من میگفتم که سازمان جاسوسی بله. به تو دستور داده که ریش بکشی؟ بله. من میگفتن که والا قرار بوده بابت این کار بهم 1000 تومن پول بدن، اون موقع دستمزدم 1000 تومن بود برای تری یه صفحه یه کامل.
قرار بوده 1000 تومن بگیرم، اونم که شما منو گرفتین ندادن، هیچی بهم ندادن، پولم نگرفتن. بعد میخندیدن، بعد بازجون به رفیقش بغل دستیش برمیگشت میگفتش که میگه 1000 تومن قرار بوده بهش پول. 1000 تومن. آره اگه میگفتم که مثلا یعنی فکر میکرده که قرار 1000 دلار یا 10000 دلار همین ده. اگر میگفتم که مثلا یکی از آژانس خارجی مثلا جاسوسی خارجی بهم گفتن که بیا بهت مثلا 1,000,000 دلار بریزیم به حساب شما، یک توهین خیلی غیر مستقیم چربی به آقای خامنه ای بکن، حتما ازم قبول میکردم. اصلا بازداشت من باورم نمیشد قرار بازداشت بشم. من برای چی باید بازداشت بشم؟ زندان برم. بعد حالا شما باز تصور من از بازداشت فیلمای هالیوودی بود، یعنی دیده بودم که این مثلا چیزو دیده بودم اون سال، هریسون فورد رو دیده بودم که بازداشتش کرده بودن تو فیلم فیوجیتیو بود، فراری بود، شد که لباس زندان زرد پوشیده و دستبند و پابند و تو مینیبوس مسلح و اینا میبرنش. اینطوری هم نبردنم بازداشتگاه. یکی چون با موتورسیکلت اومد، لباس شخصی بود، یه موتورسیکلت داشت از این هوندا صده چیه اینا که نونوایی ها داشتن و چیز داشت، گفت بشین ترک موتور. من تمام زندگی موتور سوار نشده بودم، برای اینکه میترسیدم ترک موتور که اصلا سوار داشت. برای اولین بار در زندگیم ترک موتور یه افسری با لباس شخصی نشستم تا منو ببره به بازداشتگاه که من شب رو بازداشتگاه باشم. وسط رو یه ساندویچ فروشی وایساد، گفت حالا یه چیزی هم بزنیم به حساب من. چی وسط اشتها ندارم. من عین 4 روزی که زندان بودم غذا نه صبحونه خوردم نه شام نه نهار، فقط اگه بهم چای دادن صبح چای رو می‌خوردم. رفت برای خودش مرغ سفارش داد و پولش هم ما دادیم و نشستیم این مرغ به حساب من، یعنی به حساب تو، به حساب من. آره یعنی پول مرغ، پول شام کسی که من داشت میبرد زندانم من دادم. با ترک موتورش نشستم در با فضاحت منو بردم زندان و انداختنم تو چشم بستن و یه جایی چشم بسته از یه راه راهی بردم. در واقع حضرت آقا پوست گرب، یعنی لباس گربه تنش کرده توی تمام این مجموعه. ایشون در واقع در نقش گربه ظاهر شده. به نظر میاد خیلی بی آقا خیلی بی ربط تو این چیز در این پلان حاضر شده، ولی آره من فکر میکنم تو زندگی ما بی ربط وارد شده. ولی خب دادستانه بهم گفتش که ببین ما تکلیفمون با مجاهد با منافقین روشنه، با ضد انقلاب روشنه، اونا اسلحه کشیدن ما هم میکشیمشون، ولی با تو نمیدونیم که تو چی کشیدی، تو نمیدونیم که بالاخره تو این کردی یا نکردی. گفتم به خدا قول میدم دفعه بعد اگه خواستم آقای خامنه‌ای بکشم یه جوری بکشم که شما در جا من اعدام میکنم. و سر قولم موندم. یعنی اولین باری که شما به من سفارش دادین که آقای خامنه‌ای بکشم، من بهترین خامنه‌ای عمرم کشیدم. با خودم فکر کردم که اینجا الان وقتیه که به اون قولی که به اون آقا دادم عمل بکنم. یه جوری باید بکشم که اون حتما بفهمه که من آقای خامنه‌ای کشیدم، قصدم کسی دیگه نبود. اون دفعه که من بیخود گرفتم واقعا نکشیده بودم. از سقوط هواپیما، یعنی بعد سقوط که نه، ساقط کردن هواپیمای مسافربری پرواز 752، اصلا برام
نه الان بیشتر عصبانی هستم تا میدونی، یعنی کارام خودم حس میکنم از قبل عصبانی تره. دلیل شخصی هم داره دیگه؟ دقیقا به خاطر دلیل شخصی، به خاطر اینکه پارتنر پسرم تو این هواپیما، میگم پارتنر پسرم، این دختر خودم بود، همین صندلی که من نشستم هفته یه شب این دوتا میامدن اینجا شام میخوردن، این بچه‌م اصلا باور نمی‌کنم وجود نداشته باشه، نیستش و اینا. یعنی بند عزاداری که تموم میشه فکر می‌کنم حالا دیگه بعد برگرده دیگه، ما عزاداریامون هم کردیم. چطور میشه آدم که زنده است سالمه اصلا سرش کتاب می‌خونه؟ این دختر یه آدمی کتاب می‌خونه، روزی 8 ساعت کار می‌کرد، منتظر بود خونه بخره، دلش می‌خواست خونه بخره با پسر من با هم زندگی می‌کردن، داشتن می‌خواستن امسال ازدواج کنن، اصلا دیوانه میشم دیگه، میدونی؟ یعنی من همونطور که اون زندان کوچولویی و سه روز نتونستم ببخشم، این هیچ. همین خانمی که اونجا عکسش؟ آره. اسمش چی بود؟ شادی. میتونی عکسش رو نشون بدی؟ شادی رو؟ بله، برم بیارم. آره، لطفا. اصلا چه فهمیده که اصلا پسر من تقریبا اصلا سال اول سر کارش بود و کار کرده تا دو ماه پیش که اینا شادی رو خوشتن، دو ماه خونش رو ول کرده، زندگیش رو ول کرده، کارش رو ول کرده، اصلا نمیتونم بهش بگم که برو کار کن. میدونی؟ آمی چه تأثیریه و اینا چه کارتون کرده؟ این چند سالش بود؟ وقتی که کشته شد 31 سالش بود. 3 سال بود که با نیما دوست بود، 2 سال بود با هم زندگی میکردن، امسال هم قرار بود با هم ازدواج کنیم. اینو پارسال با نیما رفته بودن، یه سفر رفتن اسپانیا فکر کنم، نه بارسلونه، مادرید، کجاست کجاست. بچه بحشت آره، ایوونکی خیلی دختر خوبی بود.